شده هم ناساره، جشن تکلیف من است، جانماز و چادر همه در کیف من است. دین من اسلام است، من مسلمان هستم، میرسم صوت اذان، شاد و خندان هستم. چادری داده به من هدیه مادر من، مثل تاجی از گل چادرم بر سر من، مثل تاجی از گل چادرم بر سر من. روزه یعنی ثواب داشتن، یعنی خداوند به ما امر کرده که روزه بگیریم، صحت سلامتی. روزه یکی از عبادات خداوند است که ما برای رضای خداوند روزه میگیریم و بسیار ثواب های بسیاری هم داره، ما را صحتمند نگاه میکنه و همچنان برای عبادت و رضای خداوند انجام میده. روزه یعنی باید روزه بگیریم، خداوند امر کرده است که باید روزه بگیریم و ما صحت سلامتی خود ماسته. روزه یکی از واجبات دین اسلام است که بر تمام مسلمان ها واجب شده، چی زن چی مرد. از اذان صبح تا اذان شب، یعنی مردمی که روزه میگیرن و افرادی که روزه میگیرن، از خوردن و نوشیدن و بعضی از عملهای ناپسند که روزه را باطل میکنه دوری میکنه از اونها. روزه بگیریم چون ثواب داره. روزه یکی از ارکان اسلام است که اول نماز است بعدم روزه است. در بین مردم افغانستان یک روزه را خودشان جور کرده به نام روزه کلگنجشکی که از صبح تا چاشت است. اما ما هم در شوق که داشتیم از صبح تا چاشت میگرفتیم سالای 12 ساله و 13 ساله که بودیم، ولی سن 15 ساله یک تمایل پیدا شد که من باید امسال، گرچه کل روزاش گرفته نمیتونم، حداقل در روز 15 روز باید بگیرم و خیلی سختم تمام نشد و خاطرهای جالبم دارم از پارسال، ولی امسال دوست دارم که تمام روزش مکمل بگیرم. گرچن پارسال واجب نشد برای من، ولی چند روز محدودی و ثوابی می گرفتم و همین خاطر بعضی از خاطره ها دارم که بار اولم بود که در سحری می خستم، بسیار دلنشین بود و افطار می کردم، بسیار خوشایند بود. من قبلا در سال گذشته یک بار روزه گرفته بودم. اول خوش داشتم که روزه بگیرم. روزه رو وقتی گرفتم مادر پدر تعجب میکردن که دختر ما اینقدر زود روزه میگیره. یک روز مرا سحری از خواب خواستم، گفتم که روزه بگیر. بعد سحری را که خوردم نماز خواندم و خواب شدم. بعد در تمام روز بسیار گشنه شده بودم و پدر و والدینم در من توصیه کردن که روزه خود را افطار کن قبل از چاشت، که بعد از چاشت باز افطار نمیتونی و گناه محسوب میشه. و من قبول نکردم و گفتم که نه، من روزه خود را نگهداری میکنم و روزه خود را نمیشکنم. بعد این خیلی بر من دشوار تمام شد و من در طول روز خیلی گشنه مانده بودم و رنگ و رخم پریده بود در کل، تا وقت سحری را بسیار برای من دشوار تمام شد. یک شب خواب بودم، بیدار شدم، مادرم گفت که صبح روزه میگیریم. من گفتم که بگیرم یا نگیرم، آم میگیرم. با صبح که شد روزه صبح که شد خستم، مادرم گفت که روزه تا خور چیز نخور تا چاشته یا تا شب. من گفتم خواه، باز گشنه شدم، من رفتم پدکایی من خوردم. یک شب خسته بودم، خستم روزه گرفتم، نان خوردم، باز چای خوردم، باز خواب کردم، صبح خستم، باز کلی شکا که نان خورده شد، من بر اومدم بیرون، تا خیلی گشنه شده بودم، باز گشنگی رفت شد، باز دمای چاش استاد یکم گشنه شده بودم، باز نان نخوردم، باز میشیشتم منتظر شام، باز شام 3-4 دفعه بر اومدم بیرون چی وقت آزان میته، باز استاد آزان کرد خوردم، بس روزه خوردم. حال خوشی دارم و میخواییم که روزه را با تمام خوبی و مهربانی بگیرم. بله، یکان وقت مادرم میگفت که روزه مهمان، روزه گرفتن مهمان خداست، باید روزه بگیریم، مهمان خدا شویم. امسال اولین دفعه است که میخواییم روزه بگیرم. سال قبلی نتونستم بگیرم بخاطر توانایش نداشتم. بله، من احساس خیلی خوب دارم که میخواییم امسال روزه بگیرم، کلان شدیم. امسال میخواییم حتما روزه بگیرم.
به خاطر سلامتی خودم یا به خاطر فایده داره. برای همه انسان ها واجب است که روزه بگیرد. بله بله، کاملا مطمئن هستم که من انشاءالله تعالی میتونم 30 روز مکمل روزه بگیرم و خیلی هم خوشحال هستم. خاطر خوشی من این است که امسال خیلی خوشحال میشم که روزه بگیرم. به خاطر مادر پدرم خیلی زود میخواستن میگن که کاش که میگفتن که امروز کاش که روزه بود که دختر ما روزه میگرفت با همه ما. من هم در خانواده همه ما دوست داریم که روزه بگیریم. امسال آمادگی به کلیش دارم که 31 ماه مکمل من روزه بگیرم و اولی چرا خم بگم؟ در صف اول نماز عید رمضان باشم. بله، پدر مادرم گفته که روزه ماه رمضان مهمان خداوند هستیم و باید خوشحال باشیم. کسی که روزه میگیره در 30 روز نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه غیبت کنه، گناه نمیکنه. از اذان صبح تا اذان شب باید هیچ بخوریم، هیچ غذایی نخوریم و هیچ آبی هم نخوریم. دیگه باید وقتی که دروغ هم نگوییم، جنگ نکنیم قد دیگر را، فقط یک استراحت کنیم، در اونجا بشنیم. وقتی که اگر مکتب داشتیم میریم در مکتب، ولی باید همتر آرام باشیم تا زیاد دستر ما فشار نیاریم تا مریض نشویم. من احساس میکنم خیلی بزرگ شدم و مادرم میگه که وقت بزرگ شدی باید حتما روزه بگیری. یک تا روزه را قضا کردی، باید دو را اجرا کنی. وقتی اجرا کردی خدا تو رو دوست داره، تمام قصداری که سال دیگه امسال کردی اونا رو هم میبخشم. و وقتی که روزه میگیریم حتما باید نماز را در سر وقتش بخونیم و هیچ نخوریم، چیز میز نخوریم، جنگ نکنیم قد دیگر را، دروغ نگوییم، آب هم نخوریم. تا باید از صبح دیگه تا شب هیچ نرمال نخوریم، هیچ دروغی یا بدی نکنیم. خب احساس بسیار خوب دارم که یکی از مهمانان خداوند باشم و همچنان برای من خیلی دلچسب است روزه گرفتن و انشاءالله که تلاش های خودم میکنم که امسال روزه خود را به اکمال برسانم. فایده های فراوانی داره. یکی از فایده هایشی است که برای جسم ما فایده داره، دومیشی است که از چی ثروتمند چی فقیر کلگیشان روزه میگیرن و از حال یک دیگر با خبر میشن. وقتی که همه انسان ها وقتی روزه میگیرن به خاطر برای سلامتی خودشان خوب است و برای سلامتی پسراشان. وقتی که همه انسان ها اگر پاک باشن، همیشه چیزایی که خداوند میگن گوش کنن، اونا را خداوند خیلی دوست داره. او یک تا از بندگان خداست. ولی کسایی که دروغ میگن، هیچ روزه نمیگیرن، نمازشان خوب در سر وقت نمیخوانن، اونا را خداوند هیچ دوست نداره. میگن که اونا را مردم میگن گناهکار یا کافر.